درود بر فرهنگ دوستان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. دهمین سال انجمن رو میگذرونیم و امروز 104مین نشست انجمن است. تا هم اکنون 440 سمینار زبان فارسی هم داشتیم که در ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت کلاس‌های فارسی و همچنین کلاس‌های ادبیات فارسی که سکا خانم دکتر مشید مشیری مسئول هستم از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. خب قسمت اول رو با آقای احمد کمپانی شروع می‌کنیم که بعد از مقدمه‌ای که من خواهم خوان، قسمت دوم نشستی است با آقای صدرالدین زاهد و گروهشون. ایشون یکی از قدیمی ترین هنرمندان و بازیگران تئاتر ایران هستند. آقای صدرالدین زاهد بازیگر تئاتر، کارگردان صحنه نمایش و مترجم هم نیز هستند. در دانشکده هنر ایران تحصیلاتشون را شروع کرده و در دانشگاه سوربن فرانسه ادامه تحصیل دادند. دوره دکترا را نیز در پاریس می‌گذرانند در حال هستند. او یکی از قدیمی ترین و موفق ترین بازیگران تئاتر محسوب می‌شود. خب کارهای آقای زاهد رو در پروژکسیون می‌بینید. پیشینه طلایی ایشان این چنین است. او در سال 1971 با آقای پیتر بروک را ملاقات می‌کند و این ملاقات باعث دگرگونی تمام زندگی ایشان می‌شود و در فستیوال تخت جمشید شیراز تئاتر اجرا می‌کند که یکی از بهترین و پرموفق‌ترین نمایش‌های آن زمان بوده است. از سال 71 تا 79 فستیوال‌های متعددی در تمام دنیا داشتند و تا هم اکنون ایشان همچنان فعال و کوشا در رشته تئاتر باقی ماندند. ایشان در ترجمه نمایشنامه‌ها نیز بسیار مهارت دارند. من توصیه می‌کنم شما لطف بفرمایید با اینترنت وقتی جستجو کنید بلاگ ایشون رو نگاه کنید. تمام کارهای آقای صدرالدین زاهد هست. برنامه نشست امشب با ایشان و گروه تئاترشون، صدرالدین زاهد تأملی سمعی و بصری، گفتاری دیداری بر زندگی و نوشته های تئاتری صادق هدایت و اقتباس های صحنه‌ای هنرمندان تئاتر از آثار او. این برنامه یک ساعت و نیمه تأملی است دیداری، شنیداری بر زندگی و نوشته های تئاتری صادق هدایت و اقتباس های صحنه‌ای هنرمندان تئاتر از آثار او. تجزیه و تحلیلی است درباره مبارزه بی‌امان هدایت بر علیه جهل و خرافات و خرافه پرستی، ظلم و جور به حیوانات و بالاخره تجزیه و تحلیلی از عدم برابری زن و مرد و ظلم و جوری که بر زنان ایرانی رفته است از طریق نوشته ها و داستان های او و اینکه این امر و نقش زن در آثار او چگونه مورد توجه اهل تئاتر قرار گرفته است می باشد. این برنامه گفتاری دیداری تا کنون با نمایش 3 فیلم 5-6 دقیقه‌ای از تئاترهای اقتباس شده از آثار هدایت و چندین عکس از نمایش‌های اقتباس شده از هدایت و عکس‌هایی از زندگی و زمانه او همراه بوده است. و در پایان برنامه نیز داستان محلل را که برای صحنه توسط ایشان بازنویسی شده اجرا خواهد شد، اجرای روحانی صحنه می شود. روز برنامه را اینچنین می توان خلاصه کرد: تأملی گفتاری بر زندگی و زمانه هدایت،
همراه با مروری تصویری بر زندگی و زمانه او، معرفی و تجزیه و تحلیلی از آثار نمایشی هدایت، مازیار پروین دختر ساسان افسانه آفرینش، و همراه با مروری تصویری، معرفی و گفتاری درباره این که چرا تئاتری ها به آثار هدایت رو آوردن و برشمردن مهمترین آنها همراه با نمایش فیلم و عکس. نمایش تصویری داستان کوتاه لاله از صادق هدایت، نقاشی های آقای هوشنگ پزشکنیا از این داستان، اجرا و روحانی صحنه داستان مهندل هدایت که برای صحنه توسط ایشان تنظیم شده است. خب همونطور که گفتم آقای صدرالدین زاهد در ایران تحصیل کردن در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، فوق لیسانسشون رو از دانشگاه سوربن پاریس گرفتن و در حال دکترا هستن. در این مرکز تاری در نمایش های متعددی به صحنه رفت، از آن جمله در نقش پرومتر و نقش های دیگه که به اختصار من نمیتونم بگم جو، ولی در بلوگشون همه هست، با آقای نلبندیان کار کردم. به هر حال تجربه پیتر بروک برای او بسیار سرنوشت ساز بود و در ترجمه بسیار استادی دارند و در از سال 1990 انجمن فرانسوی ایرانی تئاتر دئونه را بنیان گذاشتند و نمایش های این حیوان شگفت‌انگیز از آنتوان چخوف در تئاتر بزرگ سیته یونیورسیته برنده جایزه فرانکوفونی و سه قطره خون از صادق هدایت و نمایش سایه و بسیاری از پیس ها نمایشنامه های دیگر که اجرا کردند با موفقیت. او تجربیات بسیاری در سینما و تلویزیون هم دارد و آثار نویسندگانی مثل تنسی ویلیام و برنتون برشت و خیلی نویسنده های دیگر رو اجرا کردن. با سلام خیر مقدم عرض کنم خدمتتون که من معمولا نه سخنان هستم نه عادت دارم بشینم، نقشه تئاترم سرپا معمولا، ولی به هر حال موقعیت اینه، از همین موقعیت استفاده خواهم کرد. عرض کنم خدمتتون که من قبل از هر چیز لازمه از همکاران من خودم تشکر بکنم. قبل از شروع برنامه آقای امیرحسین حسینی و خانم اوریلی گومز و برادرم آقای ساشا زاهد که لطف کردن مسائل تکنیکی ما رو حل کردن، حتی فیلم ها ساخته یه خانم اوریلی گومز ایسین قضا هست و آقای امیرحسین حسینی در قسمت دوم برنامه. قسمت اول برنامه شامل بله خوشم عرض کنم خدمتتون که صدای من به همه میرسه دیگه، نه احتیاج به میکروفون نداره، چشم. عرض کنم خدمتتون که عادت بمیشم قسمت اول برنامه در سه قسمته، یکی راجع به چیز کلی از راجع به هدایت، در شروع برنامه فیلمایی که پخش میشه تماما مزین شده به لا شانسون سولویگ، شانسونی که ترانه ای که هدایت بسیار بسیار دوست می‌داشت و گویا که با سوت می‌زده. ما تمام فیلما رو با این همراه کردیم. قسمت دوم برنامه راجع کوتاه راجع به خود نمایشنامه‌های هدایت صحبتی خواهیم داشت با هم دیگه، و قسمت سوم برنامه برداشت‌های تئاتری که از آثار هدایت شده تا اونجایی که من دسترسی داشتم و تا اونجایی که وقت و حوصله جمع اجازه بده معرفی خواهم کرد و چگونگی اجرا و درباره خود تئاتر. بعد از اون من صحنه رو ترک خواهم کرد و شما شاهد یک سری 68 نقاشی خواهیم بود که از آقای پزشکنیا که اونم همراه با همون لشانسون سولویگ هست
که اینجا پروژکسیونه، ما یه لباس کوچولی عوض میکنیم. به اتفاق آقای امیر حسین حسینی که لطف کردن با من همکاری کردن برای اجرای صحنه معلل، اجرای صحنه ای اون رو به شما عرضه خواهم کرد. این از رؤوس برنامه. عرض کنم خدمتتان که هدایت فردی بود آزاداندیش، فکر خود را در چارچوب معینی محصور نکرده بود. او از هر مذهب، از هر کیش، از هر اندیشه آنچه را زیبا میدید، میپسندید، انتخاب میکرد و به کار میداد و هرچه را نسبت به دنیای زیبا پرستی و بشر دوستی خود بیگانه میافت به شدت از خود میراند و همین جهت دست رد به سینه بسیاری از عقیده ها، شعارها و اندیشه ها زد. او در زندگی خیش پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را شعار خود قرار داد. هدایت به سال 1281 به دنیا آمد. 4 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و مجلس اول تشکیل شد. 6 ساله بود که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست. هدایت در زمانی بزرگ شد و زیست که همزمان با سلطنت آخرین پادشاه سلسله قاجار، احمد شاه قاجار 12 ساله همراه بود و به کودتای سوم اسفند 1299 که هدایت 18 ساله شده بود انجامید. کودتایی که زمینه به دست گرفتن قدرت توسط رضا خان میرپنج سوادکوهی را به سال 1304 که هدایت 23 ساله شده بود هموار کرد. او 1 سال بعد با اولین گروه دانشجوی دوره رضاشاه ابتدا به بلژیک و بعد به فرانسه رفت و سرانجام با عدم رضایت و ناکامی در تحصیل بعد از 4 سال اقامت در فرنگ در سن 28 سالگی به تهران بازگشت. او زمانی به ایران بازگشت که از ایران قاجاریه جزء ویرانه‌ای در سلطه و نفوذ بیگانگان چیزی باقی نمانده بود. زمانی که اصلاحات و بازسازی رضاشاه هم از صورت ظاهری تجدد و مدرنیته فراتر نرفت و دموکراسی و حکومت قانون نهادینه نشد. هدایت جوان دگرگونی ظاهری را دید و به آن دل بست، ولی با به عمق نرسیدن این دگرگونی و سلطه حکومت جبر و زور او به یأس و نومیدی کشیده شد و تاب نیاورد. هدایت جوان متجدد در این زمان سودای آزادی و آزاده خواهی داشت. شیوه زندگی و آثارش همه گویای این حقیقت هست. ستیز و جد و جهد او علیه ظلمی که به زن ایرانی رفته است که نمونه های از آن را می توان در زنی که مردش را گم کرد و یا در علوی خانم نشاند کرد. گیاهخواری و نوشتن از درد و رنج حیوانات در فواید گیاهخواری، سگ بلگر، گوف کور، مبارزه قلمی او بر علیه هر آنچه از خرافی و خرافه پرستی حکایت دارد در توپ مرواری، طلب آمرزش و دیگر آثارش نشانی از این آزادی خواهی دارد. حتی گزینش و تعبیر و تفسیری که از ترانه‌های خیام می‌نماید همه نشانه‌هایی
حاکی از آزادی و آزادی خواهی او و ضدیت با خرافه و خرافه پرستی دارد. او در مقدمه ترانه های خیام می نویسد واضح است که فیلسوفی مانند خیام که فکر آزاده و خردبین داشته نمی توانسته کورکورانه زیر بار احکام تعبدی، جهلی، جبری و بیمنطق فقهای زمان خیش برود و به افسانه های پوسیده و دام های خربگیری آنها ایمان بیاورد. ای صاحب فتوا، ز تو پرکارترین، با این همه مستی ز تو هوشیارترین. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده، کدام خون خواهد داریم؟ شیخی بزنی فاحشه، گفتم مستی، هر لحظه به دام دیگری پابستی. گفتم شیخا، هر آن چه گویی هستم، آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟ ای دل، تو به ادراک معما نرسی، در نکته زیرکان دانا نرسی. اینجا زمه و جام بهشتی میساز، کانجا که بهشت است رسی یا نرسی. با این همه او با محفلی از ادبا و روشنفکران زمانه خود برخورد پیدا کرد که گرچه بعضن تحصیلات خیش را در فرنگ به پایان رسانده بودن و حتی بعضی هایشان داعیه چپگرایی هم داشتند، اما تفکراتشان عمیقاً کهنه و آخوندباب و اسطوره‌ای بود. و چنان که محمد صنعتی میگوید، انسان با ذهنیت اسطوره‌ای نیاز چندانی به اندیشیدن ندارد. رفتار او در قالب‌هایی که اسطوره معین می‌کند چندان شرطی شده است که در برابر نشانه‌های معینی واکنش‌های معین نشان می‌دهد. اما در دنیای مدرن انسان با تکیه به خرد جهت رابطه را عوض می‌کند. انسان امروز می‌اندیشد و اسطوره‌های زمانه خود را برمی‌گزیند. و این چنین بود که او به انزوا و سرخوردگی سوق داده شد، تا اینکه به سال 1329 دوباره به پاریس سرازیر می شود. هدایت علارغم وقوف و اشرافی که بر فرهنگ و ادبیات جهان مدرن زمانه خیش دارد، عمیقا خلق و خوی ایرانی داشت و مشرف بر ادبیات کهن ایران و آگاه از رسم و رسوم ایرانی بود. در دورنجی که هدایت در داستانهایش برشته تحریر در می آورد، هرمان و فراقی است که شعر فارسی را آکنده است. تأثری است که موسیقی ما از آن مایه می گیرد. داستانهای او ترانه‌های حزن‌انگیز و اندوهگین سرزمینی است که آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. حتی خودکشی او نوعی ترجمان این تفکر 100% ایرانی است. این دنیای دروزه را به هیچ انگاشتن، دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است، وان نیست که گفتی و شنیدی هیچ است، سر تا سر آفاق دویدی هیچ است، وان نیست که در خانه خزیدی هیچ است. آمد شدن تو اندر این عالم چیز، آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. هرچند هدایت با خودکشی خیز مرگ را آشپز می‌کند و اختیار از دست او می‌رباید. این درد و رنج که از تاریخ سرزمین ما نشأت می‌گیرد، جا به جا در سراسر آثار هدایت نشانه‌های فراوانی از آن می‌توان یافت. او که 4 سال پیش از صدور فرمان مشروطیت به دنیا آمده بود، 2 سال پیش از کودتای 28 مرداد 1332 تصمیم به خودکشی می‌گیرد. خودکشی او
نوعی اعتراض و عصیان وارونه اوست علیه جامعه اختناق و دروغ. تنها مرگ است که دروغ نمیگوید. حضور مرگ همه مهمات را نیست و نابود میکند. ما بچه مرگ هستیم. مرگ است که ما را از فریبهای زندگی نجات میدهد و در ته زندگی اوست که ما را صدا میزند و به سوی خیش میخواند. بوف گور. و این چنین است که به جای زیستن در دروغ، دنیای واقعی و حقیقی مرگ را جستجو می‌کنیم. اصطلاحی است که می‌گویند چوب دو سر طلا. شاید برای اینکه ادب حکم می‌کند که نگویند چوب دو سر خلا. هدایت دقیقاً در چنین وضعیتی به دنیا آمد و زیست. مملکت به دست پادشاهان بی‌کفایت عهد قاجار یک سره به ویرانه‌ای بدل شده بود و نظم نوین رضاشاهی و خلعیت روحانیان و دسیسه بیگانگان و ختم قائله عشایر و اختلافات قومی همراه با تأسیس مؤسسات آموزشی و تربیتی به سبک اروپایی و راهن و دانشگاه و کشف حجاب و ایجاد کارخانه‌های دولتی و شبکه‌های ارتباطی و بانک‌ها که همه به دست رضا شاه انجام شد، جز ظاهری از تجدد چیزی بیشتر به ما ارزانی نداشت. روابط اجتماعی ما همان بود که ماند، ولی زمانی بود که این تغییرات سوریه پیشرفت را می‌طلبید و همانند کشورهای مستعمره غرب که با بسته‌بندی محصولات غربی و بسته‌بندی تکنیک و صنعت و علم صادراتی مواجه شده بودند، ایران نیز از این بسته‌بندی‌ها برحذر نماند. لزوم تغییر مراودات و داد و ستد کشورهای غربی با شرق در تغییر و تحولاتی بود که بعد از قرن 17 در اروپا پدید آمده بود. ولی در این ارتباط تازه، غرب گسسته از تصویر سنتی خیش با شرقی مواجه شد که چند قرن بود که در عدم تحرک و در خواب غفلت فرو رفته بود. محمد سنتی میگوید انسان غربی در رنسانس پیوندهای خود را با دنیای پیشین گسست، در حالی که انسان شرقی در همان شرایط تاریخی و فرهنگی گذشته خود به زندگی خود ادامه داد. کشورهای شرقی از جمله ایران از تصویر و تصور سنتی خیش نبریده بودند که با آنچه که غرب به آنها ارزانی می داشت باید وصلت می نمودند و هم مانند چوب دو سر طلا معلق بین شرق و غرب حیران ماندند. هدایت زاده این حیرانی است که به تلخی و ناکامی گرایید. راوی بوفکور که به خود و سایه‌اش دوپاره شده است، دقیقاً معلق در چنین ارتباطی است. سایه‌ای که پیرمرد خنزر بنزری، لکاته، قصاب، پیرمرد قرآن‌خوان و دیگرانی هستند که بر او سنگینی می‌کنند و هر آنچه او می‌نویسد، اینان با اشتهای هرچه تمام‌تر می‌بلند. او در میان دنیای قدیم و جدید با حالت تحلیق به سر می‌برد. تحلیقی که در یک سوی آن سنت و در سوی دیگر آن مدرنیته قد علم کرده است. آرزوی زن سیری دارد، لبکاته ای نصیبش می شود و همه اینها زخم هایی می شود در زندگی که همچون خوره روح او را می خورد. هدایت نویسنده ایران متجدد بود. او تغییر سوری را در اصلاحات و نظم نوین رضاشاهی می‌دید و این تجدد را مبنای آزادی و آزادگی به سبک غربی از طرفی
و برگشت به تمدن پیش از حمله اعراب به ایران از طرف دیگر می‌دانست. تردد و آشنایی روشنفکران و اندیشمندان ایرانی با تمدن و فرهنگ غرب انقلاب مشروطه را دامن زده بود، ولی تغییر و تحول جامعه ایرانی زمان رضا شاه نه از دل سنت و فرهنگ ایرانی پدید آمد و نه ریشه در تحقیق و تتبع غربی داشت و نه جامعه عمل به تمامی خواسته های مشروط خواهان پوشاند. جامعه ایرانی را در شکاف و دوگانگی اسکیزوفرنی فرو برد. هدایت مدرسه سنلوی رفته آشنا با ادبیات و زبان و تمدن غربی که خود جزء اولین گروه های دانشجویان اعزامی رضاشاه به غرب بود، این دوگانگی و دوپارگی را در ریشه های حیات خیش باز یافت. آشنایی با غرب انقلاب مشروطه را دامن زده بود. برقرانی نظم و کوتاه کردن دست ظلم و جور اربابان و ملایان و قبایل به دست رضاخان قلدر روشنبین تحقق یافته بود، اما آزادی و آزادی خواهی و حکومت قانون هرگز به نتیجه مطلوب نرسید. آثار هدایت همگی نشانه های از این شکست های آرمانی مشروط خواهان ایرانی است. هدایت علاقه فراوانی به فرهنگ عامه داشت و نیرنگستان را که شامل آداب و رسوم و اعتقادات عامه مردم ایران است و مجموعه آسانه را که شامل ترانه ها و قصه های کودکان و لالایی هاست جمع آوری کرد. مقالات او در مجله سخن و مجله موسیقی و بررسی پژوهش او به عنوان اصفهان نصف جهان گواه این مدعاست. علوی خانم، آب زندگانی، توپ مرواری، حاجی آقا، داشاکل، محلل، طلب آمرزش و بسیاری دیگر از داستانهای او همگی آکنده از فرهنگ و رسوم عامیانه ملت ایران است. نویسنده‌ای که با سورئالیست‌های فرانسوی نشست و برخاست می‌کرد، با کافکا و ادگار آلن پو و گیدو ماپاسان عجین بود، در عین حال در خلق آدم‌های تحشریش آنچنان تبخر و دستی روان داشت که شخصیت خلق شده بر صفحه کاغذ زنده و جاندار می‌نمود. این دو شناخت عمیق، این هویت دو فرهنگی، این دوگانگی و دوپارگی هدایت را چگونه میتوان توصیف بود؟ هدایت و تئاتر. هدایت نثری ساده و روان دارد. این سادگی و روانی کلام در صحنه تئاتر به سبب آنکه تماشاچی متن را یک بار بیش نمی‌شنود بسیار کارساز است. این رو خود شما در قسمت دوم ملاحظه خواهید کرد که ما محله رو که اجرا می‌کنیم می‌بینید که چه سادگی کلام رد می‌شه. کلام او بلافاصله به تماشاچی منتقل می‌شود و قابل درک است. البته اگر بازیگر بر روی متن کار کرده باشد و در جلد شخصیت فرو رفته باشد و از تمرکزی تئاتری برخوردار باشد. ما خوب می‌دانیم که آنچه در تئاتر جلوی چشم ما رژه می‌رود ساختگی و غیر واقعی است. تئاتر بازسازی قلب شده واقعیت است. اما بازیگر اگر بداند و بتواند قادر از این پدیده بازسازی شده را واقعی تر از واقعی و دگرگون کننده جلوه دهد و بقبولاند. بیننده نیز می‌داند که این همه مصنوع است. با این وجود در تار و پود این پدیده مصنوعی آنچنان گرفتار می‌آید که بر او واقعی تر از واقعی می‌نماید. هدایت
در داستان کوتاه زنده به گور می نویسد نمی دانم همه را منتر کردم، خودم منتر شدم، ولی یه فکر است که دارد من را دیوانه می کند. نمی توانم جلوی لبخند خودم را بگیرم، گاهی خنده بیخ گلویم را می گیرم. آخرش هیچ کس نفهمید ناخوشی من چیست. همه گور خوردن. یک هفته است که خودم را به ناخوشی زدم. آخرش از زور ناتوانی بستری شدم، ولی ناخوش نبودم. در ضمن دوستانم به دیدنم می آمدن. جلوی آنها خودم را می لرزانیدم. چنان سیمای ناخوش به خود می گرفتم که آنها دلشان به حال من می سوخت. گمان می کردم که فردا دیگر خواهم مرد. می گفتم قلبم می گیرد. وقتی از اتاق بیرون می رفتم به ریش آنها می خندیدم. با خودم می گفتم شاید در دنیا تنها یک کار از من برمی آید. می بایستی بازیگر تئاتر شده باشم. گیرایی داستانهای او و مقدم چینی و صغرا کبرا چیدن او در داستانگویی که خاص خود اوست، خصیصه دیگری است که در جلب تمرکز تماشاچی بر وقایعی که در صحنه نقل یا زندگی می شود کمک فراوان می نماید. البته باز هم به شرط آنکه صحنه گردان در اقتباس تئاتری خیش تفاوت بین بیان ادبی و بیان تئاتری را بشناسد. در صحبت از رابطه هدایت و تئاتر گفتگو رو به دو پاره قسمت کردم. قسمت اول راجع به نمایشنامه هاست و قسمت دوم راجع به خلق آثاری از هدایت توسط هنرمندان تئاتر. هدایت را نمیتوان نمایش نام نویس قلمدار کرد، هرچند او از خود در این زمینه آثاری از جمله پروین دختر ساسان، مازیار و یک خیمه شب بازی به نام افسانه آفرینش به یادگار گذاشته است. افسانه آفرینش یک کمدی صورتی از هزل و طنز است درباره خلقت. پروین دختر ساسان و مازیار دو نمایشنامه تاریخی هدایت است که از لحاظ فنی مقام بلندی ندارد. برای صحنه تئاتر نوشته نشدند و به صحنه بردن آنها با اشکالات هنری بسیار دوام خواهد بود. این دو نمایشنامه که با شور و احساساتی آکنده از میهن پرستی و میهن دوستی نوشته شده است، از تسلط مهاجمان عرب بر ایران و ظلم و جور آنان و از مقاومت دلیرانه ایرانیان بر علیه مهاجمان می‌گوید. سطر این دو نمایشنامه حاکی از کینه و نفرت نویسنده به عرب است. عربی که به قول خود او در داستان آخرین لبخند می‌گوید این تقصیر خودمان بود که طرز مملکت داری را با عرب ها آموختیم، قاعده برای زبانشان درست کردیم، فلسفه برای آنینشان تراشیدیم، برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم، فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم. ولی افسوس آن وقت همین اعراب که پارهای بسیاری از هنر و صنعت و فرهنگ خودمان را به آنها عاریت دادیم و چون نیک بنگریم پاره از خود ماست، در نمایشنامه های پروین دختر ساسان و مازیار چنین از آنها یاد می شود. پروین دختر ساسان خسرو است که صحبت می کنه. شما نمی دانید چه می کنند. باید دید. این جنگ نیست، کشت و کشتار است. آنها جلو می آیند.
زمین‌ها رو می‌سوزانند. حالا از حیف نیستم، ولی ما به اصطلاح ما حاصل این گفتگو، ما حاصل گفتگوی پرویز این است که همه جا رو با آتش کشیدن، زن‌های ما رو می‌برن، خانه‌های ما رو با آتش کشیدن، ما رو می‌کشن، آخر سر هم همه چی رو غارت می‌کنن. این ما حاصل گفتگوی پرویز هست در نمایشنامه پروین دختر ساسان. صادق هدایت مرد ایران دوست و میهن پرست بود. به گذشته تاریخی پر افتخار ایران تکیه بسیار میده بود. برای همین هم در دشمنی با اعراب کارش به افراد کشید. آقای خلیل موحد دیلمبانی کارگردان تئاتر در بودن کانون تئاتر می نویسد نمایشنامه های هدایت نسبت به نوبل های او ضعیف‌ترند. به ویژه نمایشنامه پروین دختر ساسان بسیار سانتیمانتال و شعارگونه است و شخصیت های بازیش آدم های کاغذین بی بغض و عمق است. مازیار بهتر و پخته‌تر است. به ویژه پرده دوم آن خوب پرداخت شده و خود به تنهایی میتواند یک نمایشنامه تک‌پرده‌ای موفق باشد. مازیاری که صادق هدایت پرداخته آن قهرمان برجسته تاریخی نیست، یک آدم معمولی است که اسرار شخصی خود را هم نمیتواند مخفی نگه دارد و همین دهن‌لقی اوست که او را لو میدهد و گرفتار میسازد. این تجزیه و تحلیل کوتاه جناب آقای دیلمبانی عمق ماجرا را روشن و به چالش روشن نمی‌کند و به چالش نمی‌گیرد. در پیش از انقلاب در فرانسه تفکر ایدئالیستی در میان آزادی‌خواهان رواج داشت، به این معنا که طبقه مرحوم جامعه که از آزادی و عدالت و حق و حقوق خیش بی‌بهره بود، از ارزش‌های بالایی برخوردار بود و به این گونه حکم صادر می‌شد که روستاییان آزادند و شهرنشینان دروغگو و شرور. طبقه کارگر از ارزش‌های بالایی برخوردار است و سرمایه‌دار مزدور و سودجو و غیره. هدایت در داستان‌های واقع‌گرا و انتقادی خیش از این تفکر رمانتیکی فاصله می‌گیرد و به گرایش ناتورالیستی قرن 19 فرانسه گرایش دارد. آمیزیدالله روزخان و مشهد شهرباز خراسان رفته در همین داستان کوتاه محله یا آمیزیدالله که اجرا خواهیم کرد یا گداعلی آبجی خانم، حاجی مراد، کاکا رستم، داشاکل، لالس، همه اینها، دونجوان کرج، برای تعلقشان به طبقه محروم از صفات والایی برخوردار نیستند. آنها زندگی خیش را می نمایند و مرد بر زندگی نکبتبار ایشان ترجیح داده نشده است. در حالی که در آثار ناسیونالیستی که منظورم این دو نمایشنامه هست یا ملی و میهنی هدایت تفکر رمانتیکی ریشه دوانده است. از آن جمله در دو نمایشنامه تاریخی او گاه کار به شعار دادن و حتی به ناسزا گفتن کشیده می شود. این آثار هدایت تأثیر از ناسیونالیسم یا میهن پرستی افراطی و رمانتیکی دارد که ریشه در قرن 19 فرانسه و در لایه‌های نهفته انقلاب مشروطه دارد که بعد از جنگ جهانی اول بروز کرد و تأثیر زیادی بر همه وجوه فرهنگی اجتماعی ایران داشت. این ناسیونالیسم یا میهن پرستی افراطی بیدرنگ به ایدئولوژی قدرت حاکم در ایران بدل شد.
و در میان نویسندگان و روشنفکران و شاعران و ادیبان حتی هدایت که با قدرت حاکم سر سازگاری نداشت جلوه و مکان خاصی یافت. این چنین بود که ما در نمایشنامه های پروین دختر ساسان و مازیار احساسات و شعارهای ناسیونالیستی یا میهن پرستی را به گونه خشن و زمخت شاهدید. نمایشنامه هدایت از گفتگوها یا دیالوگها یا رپلیکهای مصنوعی و ساختگی پر است و به اعتقاد من علت اینکه گفتگوهای معمولی هدایت در داستانهاش اینقدر شیرینه و در این دو نمایشنامه این گفتگوها جنبه تصنعی پیدا میکنه، یکی از علتاش این است که هدایت روی مضمون نمایشنامه ها تعصب به خصوصی داشته و همین تعصب باعث خشکی دیالوگ ها و مونولوگ ها یا گفتگوها و گفتارهای بلند این دو نمایشنامه میشه و مشکل ایجاد میکنه برای به صحنه بودن شد. این البته نظر منه و در این باره بازم از دو سه نفر دیگه اگر اجازه بدین نظراتتون رو اینجا براتون میخونم. خب قسمت سوم رو شروع میکنم که هدایت و دستاندرکاران تئاتر شد. نوشته های هدایت همیشه مورد توجه دستاندرکاران تئاتر بوده است. شاهین سرکیسیان که بر روی نمایشنامه مازیار و داستانهای معلل و مرد خورها و چنگار کار کرده اونها را به صحنه برده است میگوید آن چیزی که من میخواستم نشان دهم و در این خط کار کنم این است که نمایشنامه هایی که از نوبلهای صادق هدایت به وجود آمده هم به سبک انسانی نشان داده شد و نه به سبک فولکلوریک یا ملی ایرانی که خیلی محدود و به چند جمله عامیانه و چند لباس مخصوص مدعی می شود. در این سبک البته من پیروی چخوف و گفته‌های هانری دو مونترلان هستم که باید درون اوریان انسان را به روی صحنه آورد. و وقت نمایشنامه معنا پیدا می‌کند، تماشاچی به هیجان می‌آید و او را محدود به سرحدی یا ملتی یا مملکتی نمی‌کند. عباس جوانمرد در پاسخ به این پرسش که اولین کوشش برای نگارش نمایشنامه ملی از کجا شروع شد می‌گوید در منزل سرکیسیان به این نتیجه رسیدیم که نمیتوانیم به معضلات و مشکلات کشورهای دیگر دسترسی پیدا کنیم و آنها را بفهمیم. متوجه شدیم که بهترین راه این است که معضلات و مشکلاتی را که ملت ما با آن دست به گریبان است بفهمیم. در پایان این گفتگو راهی برای ما نبود جز نگارش نمایشنامه. چون تازه کار بودیم، تصمیم گرفتیم برویم سراغ موضوعاتی که آدم‌های جاسنگین قبل از ما مطرح کرده بودند و خودشان نتوانسته بودند به نمایشنامه تبدیل کنند. ما زبان جدید تئاتر را در دل این تمرین‌ها پیدا کردیم. دردسر میزاید‌الله یا محلل یک تئاتر هماهنگ بود که ذره ذره پیدا شد. ریتم بیان، ریتم احساس، ریتم نگاه، نوع هماهنگی، تمام عناصر تئاتری آن همه با هم عجین بود. بعدم اضافه میکنند که من این نمایش را کارگردانی کرده بودم ولی آن زمان اصلا این حرفها مطرح نبود. آقای رضا آشفته در مطلبی به نام مروری بر احوال علی نصیریان می نویسد جوانمرد بر اساس قصه محلل
نمایشنامه درد دل آمیزیادولا را می نویسند و کارگردانی می کنند. این دو در قدم بعدی مردخورها را باز هم بر اساس قصه ای از هدایت به صحنه می آورند. اما سومین تجربه را خود نصیریان نوشته است. در این باره حسن شیروانی در مجله نمایش می نویسند: سومین نمایشنامه این گروه به نام افعی طلایی نوشته علی نصیریان بود. نویسنده گوییم که برای تنظیم این نمایشنامه از داستان داشاکل هدایت استفاده کرده بود، ولی می شود گفت که در کارش یعنی تنظیم نمایشنامه افعی طلایی موفق بود. در نمایشنامه افعی طلایی عیب کمبود حرکت تا حدی رفع شده بود و بازیگران به جای نقالی روی صحنه زندگی داشته. اشاره دیگری دارم به مطلبی از آقای منوچهر عسکری نسب که حرف ایشون درست خلاف حرف آقای جوانمرد. ایشون میگن که اجراهای محله یا همون آمیزیادولا از رئالیسم فاصله داشت. مثلا دربند را با صدای آب تداعی می شد. این دیده سرکیسیان در آن زمان واقعا دیده جالبی بود. سرکیسیان بیشتر به اجرا و چگونگی آن فکر می کرد. و این قسمت از حرفان رو با حرفی از آقای جعفر بالی تمام می کنم. ایشون میگن که آن موقع هر چه نمایشنامه بود ترجمه بود. نمایشنامه های ترجمه شده و اجرای آن نتیجه مطلوب نمیداد، چرا که هیچ رنگ و بوی از زندگی خودمان نداشت. بنابراین به آثار صادق هدایت متوسل شدیم. هدایت یکی از دوستان صمیمی سرکیسیان بود. بالاخره دو داستان محلل و مردخورها انتخاب شد که قابلیت نمایش نامه شدن را داشتند و بعد از مدتی تمرین این کارها به صحنه رفت و نتیجه درخشانی هم داشت. تمام این قسمت ها از کتاب آقای از کتاب شاهین سرکیسیان هست به اهتمام آقای جمشید لایق. یه تکه کوچکی که البته این تکه کوچک رو من نباید اینجا بگم، ولی از آقای بهمن فرسی هست، ولی چون افتخاری هست که ایشون نامی از من بردن این رو هم نقل میکنم به خاطر اجرای فرانسوی که من از نمایشنامه لوناتیک در پاریس کردم. ایشون در مقدمه ای که برای کتاب نمایش ویژه هدایت قرار در بیاد نوشتن که عنوان مقاله هدایت یا نه هدایت. پرسی میگوید میدانم چرا این فکر پیش آمده که صادق هدایت در کسفت یک ویژنامه یا چیزی در حدود آن به چارسوخ کتاب نمایش پاگوشا شود. یک علت آن این است که علی نصیریان 40 سال پیش محلل و مردخورهای هدایت را به صحنه کشاند، البته با همانقدر دستاکری که من نمیدونم این جمله از کجا اومده، این کلمت کجا اومده، دست بردن به این عنوان، دستاکری به قصد تبدیل داستان به نمایش که از اون ساخته بود. 40 سال پس از آن هم در نخستین فستیوال تئاتر ایرانیان در پاریس صدرالدین زاهد با برداشتی فنشناسانه لوناتیک هدایت را به قالب نمایش درآورد. ایشون یه اظهار نظر کوتاهی هم درباره دو نمایش خود هدایت دارن که براتون عیناً می‌خونم. خود هدایت هم که یکی دو ارتکاب تحت عنوان راز آفرینش و پروین دختر ساسانی ساسان به نیت نمایش دارن، نتیجه آن نه چندان نمایش بلکه تنها بهره‌گیری از قالب گفت و شنود
برای بیان مقصود نویسنده از کار در آمده است. همانطور که در بالا ذکر کردم، نثر ساده و روان هدایت در تئاتر کارساز است. گیرایی و جذابیت چگونگی روایت داستان و واقعی که او به شیوه خود نقل می کند برای تماشاچی جالبه. حسد البته تنفری که او از خرافات مذهبی در جامعه ایران دارد. همین عامل اساسی مهمی است که کارگردانان تئاتر را به طرف آثار او کشانده است. اما عامل مهم دیگری که در داستان‌های هدایت وجود داره، هدایت به گفتگوهای شخصیت‌های داستان خیلی اهمیت میده. این گفتگوها کاملاً واقعی و سراسر زنده هستند. هر شخصیت کلام و نحوه بیانی خاص خودش رو داره. این گفتگوها از ضرباهنگ به خصوصی برخورداره که گفتگو رو سخت جذاب و جالب میکنه و همانند قطعه موسیقی دلنشینه. همه این عوامل کار به صحنه کشاندن یک دسته از داستان‌های کوتاه او را برای کارگزاران صحنه تا راحت‌تر و جذاب‌تر می‌کنه. نمونه اون را هم در بعد از پخش قطعه لاله برای شما اجرا خواهم کرد. اما قبل از اون من صحبت رو کوتاه بکنم و بپردازیم به سه تا نمونه ای که من تونستم گیر بیارم. متاسفانه دنیای ما، دنیای ایرانی، تا بخوای یه مدرکی گیر بیاری یا چیز بکنی واقعا اصلا صحرای برعوده. حتی 70 سال، 50 سال، 100 سال قبل غیر ممکنه. حالا اونایی که راجع به ساسانیان می نویسن و اظهار نظر می کنن، کتاب در میارن، خدا می دونه چطوری آثار و چیزی بود. بهرام، من نمونه اولی رو که گیر آوردم نمونه نمایشی هست از رمان بوف کور هدایت. این رمان خیلی رمان سختی، تبدیلش حتی به فیلم هم مشکل بوده. آنیز یدالله عباب دوچ و کلا نمدی بر سر، عینکش را جا به جا می کنه. با تفنن چپاق میکشند، ریش جوگندمیش را میخواهند. دیروز رفته بودم محمله پیش پسرداییم، اونجا یه باغچه داره، میگو پارسال 30 تومن مک آلوی زردالوی باغشو فروخت، امسال سرما زده همه سردرختی ها ریخته، یک حال وزاریاتی بود. زنش هم بعد از ماه مبارک دالا بستری افتاده، کلی مخارج رو دستش گذاشته. اصلا خیر و برکت از همه چی رفته؟ قربون دهنت، انگار دوره آخر الزمونه، رسم زمونه برگشته. خدا قسمت کنه، 25 سال پیش تو خراسان مجاور بودم. روغن یه من دو عباسی، تخم مرغ میدادن 10 تا 100 دینار، نون سنگک میخریدیم به بالا بلندی آدم، کی غصه یه بیپولی داشت؟ خدا بیامرزه پدرمو، یه اولاغ بندری خریده بود، با هم دو ترکه سوار میشدیم. من 20 سالم بود، تو کوچه با بچه های محلمون تیر بازی میکردیم. حالا همه جوان ها از دل و دماغ افتادن، از غورگی مویز شدن. بازم قربون دوره خودمون، به قول اون خدا بیاموز، اگه پیرم رو میرسن به 100 تا جوون میرسن. سال به سال دری از پار سال. خدا همه بنده های خودش رو عاقبت به خیر کنه.
به جون خودت، یه وقت بود تو خونمون 30 نفر نونخور داشتیم. حالا فکری هم یه ریال پول توتون و چای ما از کجا گیر بیاد؟ 2 سال پیش 3 جا معلمی میکردم، ما 8 تا من در میبردم. همین پریروز که عید قربون بود رفتم خونه یکی از عیون که پیشتر معلمی میکردم، گفتن برم برای گوسفندا دعا میکنم. قصاب بی مروت حیوان زبین بسته رو بلند کرد و کوبید زمین، داشت کارد و تیز میکرد که حیوان تقلا کرد، از زیر پاش بلند شد. نمیدونم چی رو زمین بود، دیدم چشش ترکیده، خون ازش میریزه. دلم مالش رفت. به بهونه سردرد برگشتم خونه. همه شب هی کله خون آلود گوسفند جلو چشم میومد. اون وقت دهنم پرید و کفر گفتم. کفر خیال کردم. نه زبونم لال، در خوبی خدا که شکی نیست. اما این جونه برای زبون بسته چه گناهی کردم؟ خدایا پروردگارا تو خودت بهتر میدونی، هر چی باشه انسان محل نسیانه. آخره اگه میتونستم هر چی که تو دلم هسته بگم. آخه نمیشه همه چی رو گفت. استغفر الله زبونم. فکر نون کن که خرمز آبه. آره والا از دست ما چی برمیاد؟ از اولش هم دنیا همینطوری بوده. ما دیگه پاتیرمون، ما دیگه از همون گذشته به قول پاتیرمون در رفته. از بی کفنی زندگی. چه حقایی که تو این دنیای دون نزدیم. یه وقت تهرون دکونه بقالی داشتم. خرد در رفته روزی 6 قرون پسنداز میکرده. بقال بودی؟ من از بقال جمعه خوشم نمیاد. چرا؟ حسش درازه، حالا تو حرفت بگو. بله دکونه بقالی داشتم، عمرات هم میگذشت، کم کم لونه خونه درست کردی. چه دردستریتون بدم؟ اون وقت پتیاری میداشتم، الان 5 سال منو به خاک سیاه نشونده. زن نبود، آتیش پاره بود. تازه با خونه دل اومده بودم سر سامونه میگیرم. هر چی رشته بودم پنبه کرد، مخلص گلوم وارده احمد. یه شب از پای وز برگشت، پاشو توی کف کرد، حضرت منو طلبیده، باید برم استخون سبک کنم. پیسی سرم اوورد که نگونشم. منو بگو که عقلمو دادم دستی زن. هرچی باشه آدمیزا شیر خاخونده است. من همون آدمم که از سبیلام خون میچکید. یه زن عقلمو دوزید. خدا نکنه زن زیر جلد آدم بره. همون شب میگفت این چیزا سرم نمیشه، مهرم حلال، جونم آزاد، خودم یه علنگو با گردن بند دارم، اونا رو میفروشم و میرم، استخارم کردم خون اومده، یا طلاقم بده یا به همین سوی چراغ بچه تو خفه میکنم. آقا هر چه کردم مگه حریف شدم؟ 2 هفته تو رو من نگاه نکرد، اونقدر کرد و کرد و کرد و کرد و کرد گرچی داشتم فروختم تیرینگه، پول کردم دادم دستش. به سر 2 سالم رو برداشت و رفت اونجا که عرب نی بندسه. 5 سال رفته نمیدونم چی به سرش بود. آقا خدا کن از شر عربا حفظ بشه. آره عربای لخت زبون نفهم، عمریا، میابونه برهود، آفتاب سوزان. انگار آب شد، فرو رفت تو زمین. در این قضیه بند انگشت نامه. راست میگن، زن یه دندش کمه. نه، تقصیر مرده هست. اونا رو اینجوری بار آوردن. نمیذارن چش و گوششون باز شه. این زن اصلا خلوچل بود. نمیدونم چی شد که یه دفعه آتشی شد. گاهی تنهایی گریه میکرد، بازم برای شوهر اولش بود. اگه تو دومیش بودی؟ ها؟ بله؟ اول چی میگفتم؟ حرفم یادم رفت. گفتی شوهر اولش. بله نه، اول خیال میکردم برای شوهر اولشه. هرچی به زبون خوش خواستم حالیش کنم انگار با دیفار حرف میزنم، مثل اینکه عجل زده باشه پست گردنشا.
نمیدونم چی به سر پسرم آورد. یعنی روزی میاد که چشمم تو چشمش میفته. پسری که بعد این همه نظر و نیاز خدا ببنده. هر کسی رو نگاه کنی یه بدبختی داره. لب کلام اینه که مردم باید آدم میشه. آخه تا خرمن ما سوارشون میشه. یه وقت بود من خودم بالا منبر میگفتم هر کسی به سفرت عتبات بره آمرزیده میشه، جاش تو بهشته. شما که از علما نیستیم. نه بابا، این حکایت 12 سال پیشه. میبینی که معمم نیستم، حالا هم همه کارم و هیچ کاره. چطور؟ آخه زندگی منم یه زن خراب کرد. همان از دست زن. نه نه نه، این دخلی به زن نداره. خودم کردم که لعنت بر خودم با. اگه تهرونی باشی اسم عبوی رو شنیدی، ما از زیر بوته در نیمدیم. پدرم از اونایی بود که نعله این جلو پاش جفت میشد. اسمشو که میگردن یکی میگفتن صد در دهنشون میریخ. وقتی بالا منبر میرفت جا نبود سوزن بریزیم. همه کله گنده ها ازش حساب میبرد. نمیخوام قرپز در کنم آه. اما مرحوم هرچی بود برای خودش بود. آخه میگن گیرم پدرتو بود فاضل از پزل پدر تو را چانسه. بله، بعد فوت مرحوم عبوی من جانشین اون شد. در خونه رو باز کردم، یه خونه با یه مش خرت و پرت برام گذاشته. خودم هم هنوز طلبه بودم. ماهی 4 تومن با 5 من گندم مستمری داشتم، به اضافه ماه محرم و سفر که لفت و بیسی میکردم. معروف بود که نفس مرحوم عبوی مجلبه. یه شب منو سر بالین یه مریض بردن دعا بدن. دختر 8-9 ساله اونجا هم میپرکید. آقا بلی نظر کلمون گیر کرد. جوونی و 1000 چم و خم. پیش از این 2 تا سیغه داشتم، هر دو رو متعلقه کرده بودم، ولی اون چیز دیگه. میگن لیلی رو باز با چشم مجنون دید. 2 روز بعد یه دستمال آجیر آچار و 3 تومن پول فره پول نقص فرستادم و عقدش کردم. شب اول که بردنش اینقدر کوچیک بود که بغلش کردیم. واسه من از خودم خجالت کشیدم. از شما چه پنون؟ این دختر تا 3 روز منو که میدید مثل جوجه میلرزید. حالا من 30 سالم بود، جوون و جاهل. اون مردای 70 ساله رو بگو که با 1001 عیب شهری و مردی دختر 9 ساله میگیرن. بچه چی سرش میشه عروسی چیه؟ به خیالش 4 قد پولکی سرش میکنن، رخت نو میپوشه و تو خونه پدری که کتک میخورده و فوش میشنیده حالا شوهر اونو ناز و نوازش میکنه و رو سرش میذاره. ولی نمیدونه که تو خونه شوهرم براش دیگه اربابار نذاشته. اونقدر زحمت کشیدم تا اون رو راه کنم. شب اول از من میترسید، گریه میکرد. من قربون صدقش میرفتم، گفته الهی قربونت برم، بالا غیرتت آبروی من نبری یا تو بالای اتاق بخواب من این پایین. خدا دلم به حالش میسوخت. خیلی جلو خودم رو گرفتم که با زور به اون رفتار نکنم. آنگه دیگه چشم دلم هم سیر شده، کار کشته شده. اونم نصیحت من قبول کرد. شب اول براش قصه گفت. شب دوم یه قصه دیگه شروع کردم و نصفشو گذاشتم برای شب بعد. شب سوم هیچی نگفتم تا اینکه دخترک به صدا در اومد. تا اونجا گفتی که ملک جمشید رفت به شکار، پس چرا بقیهشو نمیگی؟ منو میگی؟ از ذوق تو پوست خودم نمیگنجیدم. گفتم یکم سرم درد میکنه، نمیتونم بلند حرف بزنم، اگه اجازه بدی بیام جلو. به همین شیوه رفتم جلو تا اینکه راهم شد. این حکایت 12 سال پیشه. نمیدونی چه زنی سرجور دلجور به همه کارام رسیدگی میکرد. حالا که آدم میفته گوشه چادر نمازش همیشه به درونش بود. رخت داره با دستای کوچولوش میشست، رو بند مینداخت، پیراهن و جورابامو وصله میکرد، دیزی بار میذاشت، دست زیر بار خواهرم میگرفت. چقدر خوش سلوک، چقدر مهربون، همه رو فریفته اخلاق خودش کرد. آقا چه هوشی داشت. خوندن نوشتن بهش یاد دادم. سر دو ماه قرآن می‌خوند، اشعار شیخ رو از بر می‌کرد.
آخ، 3 سال با هم سر کردیم. دست بر قضا تو همین ایام بود که وکیل بیوه میوهی شد. که بی پول هم نبود البته. آب و رنگی هم داشت. آقا براش دندون تیز کرد. من که به خیالم افتاد اونو به حواله نگاه دارم. اما نمیدونم کدوم خدا نشناسه بی پدری خبرشو برای زنم. آقا چشت روز بعد نبینه. اون که ظاهراً خلوز به نظر میومد حسودم بود. هرچی به زبون خوشخواستم سرشو شیره بمالم. مگه حریفش شدم؟ با وجود اینکه زنی که بابت عقل به کار مقداری ورچ بهم بده کار بود، اما از این کار منصرف شدم. میونمون پاک به هم نمیدونی یک ماه از این زن چه به روز من بود. نمیدونم شاید دیوونه شده بود یا چیز خورش کرده بودم. به کلی عوض شده بود. دستش میزد به کمرش میگفت الهی عینکت روی نعشت بذارن. عمامه برمکر دور گردنت بچرخه. از همون اول فهمیدم که تو تیکه من نیستی. روح اون بابای قرمساقم بسوزه که منو به تو داد. یه وقت چشم باز کردم دیدم تو بغل تو قرمساقم. 3 سال آزگار با گدایی تو ساختم. این دستمزدم؟ خدا سرکار آدم رو با آدم بیغیرت نندازه. پشت دستم رو داغ کردم. زور که نیست دیگه نمیتونم زندگی کنم. مهرم حلال جونم آزاد. به همین سوی چراغ میرم. میرم بس میشینم همین الان. آقا اینقدر گفت 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 که من از جا در رفتم. جلو چشم تیره اتاش. حالا سر شام بودیم و ظرفا رو برداشتم باشیدم وسط حیاط. بلند شدیم رفتیم حجره شیخ مهدی. 3 طلاقش کرد. فرداش میشه سک پشیم شد. چه فایده؟ پشیم بودی سودی نداشت. زنم به من حروم شده. با چند روز مثل دیوونه ها تو کوچه بازار پرسه میزدم. دیگه روی خوش به خودم ندیدم. صورتش از جلو چشم رد نمیشد. نه خواب داشتم نه خوراک. تو خونه بند نمیشدم. در دیوار بهم فوش میدادم. 2 ماه ناخوش بودم. همش تو هزیون اسم اونو صدا میکرد. از نامو جذب کردم که به هر وسیله‌ای شده دوباره اونو بگیرم. عدش سر اومده. این در اون در زدم و این در اون در زدم دیدم دیگه هیچ فایده ای نداره. هر چی جلو پلاس و کتاب پاره برام مونده بود فروختم. 18 تومن درست کردم تا من چاره ای نداشتم جز اینکه محلل پیدا کنم که زنم رو برای خودش عقد کنه و بعد طلاق بده تا من بعد 3 ماه و 10 روز بتونم دوباره اونو بگیرم. یه بقال الدن یه پوفیلوس تو محله بود. از اونایی که برای یه پیاز سر میبارن ها با اون ساخت و پاخ کردنم رو بابا رو عقد بکنه و بعدش هم طلاقش بده. همه یه مخارجش رو به اضافه 5 تومن دست خوشم تقبل کردم. یه بقال بود؟ به اسمشی بود؟ چه بقالی؟ حالا کدوم محله؟ نه همچون چیزی نمیشه. مردی که پروفیوز دارم عقد کرد. نمیدونی چه حالی داشتم. زنی که 3 سال مال من بود. اگه کسی اسمشو میورد شکمشو پاره میکردم. دست خودم دادمش دست این گردن کلوف. گفتم شاید این تقاص سیغاییه که با چشم گردون طلاق دادن. صبح روز موعود رفتم در خونه بقال. ناکس 1 ساعت منو دم در سرپا معطل کرد. یه قرن به هم گذشت. بالاخره سرکلش پیدا شد و گفتم الوعده وفا روبابا رو طلاق بده 5 تومن پیش من داری. خندید و گفت زنم رو طلاق بدم؟ 1000 تومن هم نمیدم. چنون برقی از سرم پری. چنون برقی؟ نه همچه چیزی نمیشه. نمیشه راستشو بگو. ولی فهمیدی چرا از بقال جماعت خوشم نمیاد؟ وقتی یه گفت 1000 تومن نمیدم فهمیدم میخواد تلکم کنم. ولی کی حسده چونه زدن باشه؟ تو نمیدونی کجا یه آدم میسوزه. دود از کلم بلند شد. اون چنان حالا منقلب شد از زندگی بیزار شدم که دیگه جوابش ندادم. یه نگاه بهش کردم که 100 تا فوش بدتر. یه راست رفتم بازار سمسارا عبا و ردام رو فروختم. یه قبای قدک خریدم و کلا نمدی سرم گذاشتم. گیوه هامو ور کشیدم و راه افتادم. از اون وقت حالا سرنده رو حیرون از این شهر به اون شهر از این ده به اون ده میرم. 12 سال آزگاره دیگه نمیتونستم یه جا بمونم.
گاهی نقالی میکنم، گاهی معلمی. برای مردم کاغذ مینویسم، تو قهوه‌خونه ها شاهنامه میخونم، نی میزنم. خوشم میاد دنیا و مردم دنیا رو زیارت کنم. میخوام همینطوری اون رو بگذرم. دیگه پیر شدم آخه. یه پام این دنیا هست، یه پام اون دنیا. افسوس، افسوس که تجربه های این، تجربه هام دیگه به درد این دنیا نمیخوره. میگن مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روز ما، تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن بکن. میرزا یدالله خسته چپقش را بر میدارد و به آب رودخانه خیره میشود. آواز دور و خفه ای از پشت کوه به گوش میرسد. شهباز سرش را میان دو دست گرفته و آه میکشه. هیچ دویی نیست که سه نشه. یه مرد دیگرم بی خانمون کرد. کی؟ همون ربابه آتیش به جون گرفته. منظور چی؟ راستی روزگار آدم عوض میکنه، صورت چین میخوره، موها سفید میشه، دندونا میفته، صدا عوض میشه. نه شما منو شناختی، نه من شما. چی تو؟ دوباره صورتش آبله نداشت، چشماشو متصل به هم نمیزد. تو از کجا میدونی؟ شما شیخ یدالله پسر مرحوم حاج آقا شیخ رسول نیستیم که تو کوچه عموم مرمر خونه داشتیم؟ هر روز صبح جلوی دکونم رد میشدیم. من همون محلل هستم، خودم. تو همونی که 12 سال آزگار منو به ریز انداختی؟ یه روز بود اگه تو همین کوه و کمر گیرم میافتادی، حسابت پاک. ما افسوس که روزگار دست هر دومون از پشت بست. ای بر روابه، ای بر انتقام منو گرفتی، اونم ویدون و سیرون کردی. کسی که روی نیمکت خوابیده بلند میشود، خمیازه میکشد، چشمهایش را میماند. مشهدی شهباز و میزی عدالله دزدکی به هم نگاه میکنند. میترسند که نگاهشان به هم تلاقی کنند. سکوت. داشکپر، داشکپر، دو تا قند پهلو بیا. من عذرخواهم. ممنونم واقعا. شما بهترین تماشاچی های ما هستیم، برای اینکه تقریبا همه چی رو از صحنه ما حذف کرد. من دیگه حال و حوصله لباس پوشیدنم که لباس ها مجاز نداشتم، به خاطر اینکه ما صدای قمر داشتیم، صدای آب رودخانه تجریش رو داشتیم، میخواستیم یه فضای کوچولی ایجاد بکنیم. این فضا رو متاسفانه نتونستیم ایجاد بکنیم. شایدم نمیدونم یه چیزایی به هر حال به شما رد شد. دوست عزیزم واقعا نهایت محبت و نهایت من بسیار بسیار از کاریشون رضایت خاطر دارم، ولی به هر حال اون کاری رو که دلمون میخواست بکنیم با صدا و صوت و بخصوص صدای قمر، که این ته موقعی که این میگه داش اکبر، صدای قمر روی صفحه سنگی میاد که میخونه عاشقی مهنت بسیار کشی تا لب چشمه به مشروق رسی، تا لب چشمه به نشوق رسید.
خیلی ممنون.